وقتی بازجو منو صدا زد برای اتاق شکنجه یه خواهری دیگه بود به نام نسرین سلیمی که من با اون با هم بازجویی میکرد. بعد اولین کاری که کرد وقتی که نسرین رو خوابون رو تخت به من گفتش که بیا به خواب روی کمر این. من همونجا متوجه شدم که این اینا چطور راه حل و شیوه هاشون چیه، یعنی میخوان که همدیگر رو عشق کنیم به این وسیله، ولی من گفتم هرگز. بعد منو خوابون به اون گفت، گفت خب پس معلومه که دوتاتون منافقه. بعد اول به نسرین گفت این کار کنه، وقتی نسرین گوش نکرد خودش با اسپری قرمز با کلیشه پشت من زد منافق. من یه چادر گلی داشتم که این چادر گلی در واقع همینجوری روش نوشته شد منافق موند و به بقیه لباسهای دیگه من سرایت کرد که تا شاید 5-6 ماه که ملاقات نداشتم چادر نداشتم و اینا با همین تردد میکردم، ولی میفهمیدم که با این شیوه هاشون میخوان در واقع رویه ما رو خورد کنن. مسیر قیمت دادن برای مبارزه از شهادت و شکنجه و خلاصه همه چیز رو پذیرفته بود. بعد از دستگیریش با مهارت چندین قرار رو سوزونده بود، به همین دلیل بازجو ازش کینه شدیدی به دل داشتن. یه روز صبح یادم منصور تو سلول 311 همه ما رو جمع کرد و بهمون انتقاد کرد، چرا شما اینجا تو برنامه روزانه‌تون ورزش، صبحگاه، شامگاه و نماز جمعی و اینا ندارید؟ بهش گفتم خب بعضی وقتا بر حسب شرایط میذاریم، بعضی وقتا نمیشه، به خصوص ورزش جمعی چون فضای سلول کمه سرگیجه میگیره. گفت یعنی چی؟ خب ما این حرفا حالی نمیشه، از فردا شروع میکنیم. این بود که از فردا منصوره با رضیه شروع کردن به ورزش. کلا منصوره مدتی که تو سلول ما بود همه خط و خطوط و تحلیلای سازمان رو که تشنه اون بودیم به همون منتقل کرد. تو زندان سعی میکرد که به هر ترتیبی شده رویه جمعی رو بالا ببره. یکی دیگه از بچه هایی که از زندان گوهردش آورده بودن سویلا مختارزاده بود. من سویلا رو توی سال 60 مثلا از ملیشی های بسیار 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 پرشور و سرحالی بود که سال 60 زندان اوین دیدمش. سویلا از دانش آموزای تهران بود که به جرم هواداری دستگیر شده بود. اونو بردنش توی زندان قزل حصار تو بند تنبیهی بند 8 بود و از اونجا بعد منتقلش کرده بودن زندان گوهردش. و چند سالی من ازش خبر نداشتم تا اینکه سال 63 اونجا سویلا به اصطلاح تعریف میکرد که اونجا چه بلاهایی سرشون آورده بودن. مثلا خودش میگفتش هر وقت میخواست تعریف بکنه خودش خیلی به هم میریخ و میگفت هیچ کس نفهمی توی این سلولا چه سویلا که مثلا جزء شهدای سازمان از زندان آزاد شد ولی دوباره دستگیرش کردن و زیر شکنجه شهید شد. اسلامی بهش گفتش که اگه میخوای حرف بزنی یا مدارک رو بده یا اگه میخوای حرف بزنی دستاتو بلند کن که ما بدونیم تو میخوای بگی به ما کجاست. من در لحظاتی که واقعا دیگه داشتم خفه میشدم دستامو بلند کردم و دیگه پتو رو از سرم بلند شدن، پتو رو برداشتن و از دهنم آوردن بیرون. وقتی کاملا خوب نفس کشیدم گفتن بگو که یالا چه کار کردی، گفتم من که بهتون گفتم آتیست دارم. دوباره مجردم و
بود. از این تپه های اوین که بالا می رفتیم، من سومین چهارمین نفر از آخر بودم. پایین که نگاه می کردم لکه های خون می دیدم که از پای برادرها خصوص تو این صف خون می اومد، برفا قرمز می شد. بعد بعضی هاشون می افتادن روی این برفا، اون یکی رو کمک می کردن. یه روز خرداد سال 62 بود که منصور پهلوان رو یه دفعه صدا کردن و موقعی اوی از خواب پرید و سریع لباساشو جمع کرد و از سلول ما رفت. البته بهش تو اون زمان 15 سال حکم داده بودن و لاجوردی هم گفته بود که باید 15 سال زندانی تو انفرادی بگذرون. دیگه خبری ازش نداشتم تا اینکه بعدها شنیدم که منصور رو در ماه رمضان سال 63 برای اعدام برده بودن. میگفتن که اون در آخرین لحظاتی که داشت میرفت برای اعدام، یک گردنبند طلایی رو که داشت به یکی از بچه‌ها داده بود که به دست سازمان برسه و به اونا گفته بود که بچه‌ها میدونم که میخوان من رو اعدام بکنن، چون همونطور که گفتم تو بند اعلام علنی نمیکردن و میگفتن که همه وسایلتو بردارو بیار. ولی اون وقتی که صداش میکنن بدون اینکه وسایلشو ببره، در حالی که لبخندی به لب داشت، از سیمای کوچولو دختر شهید سید رضا خسرو شاهی خداحافظی کرد و رفت. از این بازجوها برگشت بلند صدا کرد، گفتش که منافق چادرتو درست کن. بعد من از چشمم میدیدم، هی نگاه کردم به بقیه، دیدم بقیه چادرشون درسته. اون باز من از این روزنه چشمم که مادر بر من درست کرده بود میدیدم، هی نگاه کردم دیدم بقیه بچه ها چادرشون درسته. بعد اصلا ذهنم به خودم نرفت که خودم چادرم رفته بالا. همینجا که داشتم با بغل دستیم حرف میزدم، یکی از اینا اومد موهای منو از بالای سرم کشید چوری که من پرت شدم. همینجا که نشسته بودم پرت شدم یه متری اونورتر. بعد گفت مگه نمیگم که موهاتو درست کن؟ بعد من خندیدم. همین که خندیدم این بدتر عصبانی شد، گفت اینطوری بهت گفتم که مقاومت کنی، اینطوری مقاومت میکنی؟ حمله کرد به من. وقتی که برمیگشتیم دیدم فضا خیلی بده. گفتم که پیش خودم داشتم فکر میکردم من این همه از این بچه ها یاد گرفتم که چجوری باید مقاومت کنم و چجوری باید رفتار کنم، پس حالا بذار اینجا جاشه که منم بتونم رابطه بزنم با بچه ها. شروع کردم به بلند خندیدن. وقتی که خندیدن فضا شکست، اون فضایی که بچه ها ناراحت شده بودن به خاطر من، همینجور نفر به نفر به جلویش گفت که میخندیدن. بعد خودم توی دل خودم گفتم چقدر خوشحالم از اینکه باعث شدم که بچه ها لحظه بخندن و این درد پاها که روی این برفا قرمز شده بود و از یادشون بره. میگذارد در شب آینه رو برز هزاران گل بر سینه رو، گل گل لبخند فردایی ما سر زده از عشق میمینه رو، موجی در موجی میبندن بر افسون شب.